سلام و درود خدمت شما همراهان همیشه یه صفحه تحلیل تکنیکال رضا خانتاراج هستم و با یه سیگنال هفتگی دیگه فرصت‌های معاملاتی این هفته بررسی تقویم اقتصادی در خدمت شما هستم. اول از همه فردا رأس ساعت 9 شب به وقت تهران وبینار هفتگیمون برپا خواهد بود. در خدمت شما هستم. سوال خودتون رو آماده بکنین و از طریق یوتیوب لایو در کنار شما هستم. اما ته چند روز گذشته حتما مطلع هستین که بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا شد و باید ببینیم که بازارهای مالی این هفته با شروع خودش چه واکنشی رو نسبت به این انتخاب خواهد داشت. فعلا اتفاقای مختلفی در جریان، هنوز تو آفیس نرفته. یک کلمه‌ای داریم، واژه‌ای داریم به نام پرزیدنت الکت یا رئیس جمهور منتخب. به هر حال تا روز 20 ژانویه که تحلیف در واقع بایدن هست و اون روزیه که میره قسم میخوره و رسما رئیس جمهور آمریکا میشه، این واژه استفاده میشه و ترامپ همچنان در حقیقت رئیس جمهور آمریکا هست هم هنوز. پس بنابراین همون جوری که گفته شده بود، شاید الان به نتیجه انتخابات ترامپ در حقیقت معترض هست. قبل از انتخابات گفته بود که این نتیجه رو به آسونی قبول نمی‌کنه. خب خیلی هم پیش‌بینیش ساده بود. پس طی ماه‌های نوامبر، دسامبر، حتی ژانویه میتونه اقداماتی انجام بده که خیلی تأثیر زیادی توی بازارهای مالی داشته باشه. پس ما همچنان ترامپ رو توی لیست خودمون داریم، همچنان در حقیقت توییتاش رو دنبال میکنیم. سیاستاش میتونه سیاستهایی باشه که بازارهای مالی رو در واقع تحت شعاع قرار بده. خیلی از کشورهای اروپایی من دیدم که رهبران خودش مثل مکرون، مثل آنگلا مرکل، مثل در واقع البته مثلا مثل رئیس جمهور نخست وزیر کانادا تبریک گفته بودن. چند تا از کشورهای دیگه مثل مکزیک همچنان گفتن که هیچی معلوم نیست. پس باید بذاریم ابتدا ببینیم آیا این دعوای حقوقی صورت میگیره که ترامپ شکایتش به جایی کشیده بشه یا نه. پس این نکته اصلی که مد نظر داریم. خب خبرها حاکی از کاهش قیمت دلار داخل ایران هم هست. خب خیلی مشخص بود که با انتخاب بایدن احتمالاً تأثیر میذاره رو دلار ایران. باید ببینیم باز این کاهش تا کجا هست. به نظر میرسه که قیمت رو که من میشنیدم فهم کنم تو کانال 24-25 هست. خب کانال 24-25 برای اینکه به اعداد پایین تر برسه، من نمودارش رو بیارم اینجا صحبت کنیم در موردش، کاملا برای اینکه به قیمت‌های پایین‌تر برسه، این میتونه شروع یه حرکت باشه. باید ابتدا فکر میکنم از عدد 23000 تومان رد بشه که اون موقع بتونه بیاد پایین‌تر. نزولش خیلی خوب بود تو دو هفته اخیر، تقریبا میتونم بگم نزدیک 7000 تومان ارزش خودش رو از دست داد و امیدواریم که این حرکت ادامه پیدا کنه. اما یه دونه ناحیه بسیار مهم 23000 تومانی سر راهش داره که میتونه در واقع خیلی اذیت بکنه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. به هر حال انتخاب یه رئیس جمهور تا این حد بتونه کنترل بکنه، در واقع تاثیرگذار باشه روی ارزش یه پول کشور دیگه‌ای، واقعا جالبه و در حقیقت تأمل برانگیز. اما بریم سراغ تقویم اقتصادی این هفته. بیشتر در مورد انتخابات آمریکا فردا تو وبینار صحبت میکنم. اگر دوست داشته باشین واچ لیست در واقع بایدن دو هفته است که به اشتراک گذاشته شده و در حقیقت میتونین از اون استفاده کنین. راجع به سهام ها، فرصت های معاملاتی که بایدن رئیس جمهور میشه در واقع میتونه اونا رشد بکنه، قبلا صحبت کردیم. این هفته تقویم اقتصادی تقویم جالبیه. خیلی خبرهای زیادی عموما هفته‌ای دوم ماه نیست، اما در حقیقت مهمترین خبرهایی که نگاه میکنم دو سه تا روی پاوند، روی NZD در واقع روی دلار نیوزیلند که قراره کش ریت اعلام بشه. کارشناسا پیش بینی میکنن همون عدد قبلی باشه. اما دو تا اسپیک هم داریم روی پاوند، روی در واقع دلار نیوزیلند. تعطیلی داریم
در واقع روز چهارشنبه آمریکا کانادا آمریکا وترنده تعطیل خواهد بود. روز پنج شنبه آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی رو داریم. پرزیدنت لاگارد تو اتحادیه اروپا صحبت میکنه، بیلی گاورنرش در واقع صحبت میکنه روی بانک مرکزی بریتانیا و دلار آمریکا فچر صحبت خواهد کرد. این در واقع اهم اخبار هست روز پنجشنبه. و روز جمعه هم یه پی پی آی داریم روی دلار آمریکا و دوباره مجدد گاورنمنت بیلی روی پوند بریتانیا صحبت میکنه. اخبار زیادی نداریم اما باید بریم سراغ واکنش بازارهای مالی این هفته. خب خیلی سریع اولین چارت که بیایم بررسی کنیم، S&P و نزدک هر دو. اول از همه چارت هفتگیشو براتون دارم که چارت هفتگیش یه الگوی بی‌نظیر رو داره نشون میده، الگوی مستطیل که بسیار زیباه، بسیار زیباه. ناحیه پایین، ناحیه بالا فوق‌العاده جذابه. این هفته باید ببینیم واکنش بازار چیه. خب به طبع خیلی هم معتقد بودن از هفته گذشته، یه اصطلاح قدیمی توی بازارهای مالیه که تریدرهای قدیمی میگن بازار خوش آمد میگه به رئیس جمهور. با کم کم نتیجه انتخابات تعیین شدن، بازارهای مالی در واقع واکنشش مثبت بود، چون خود وال استریت میخواد خوش آمد بگه به رئیس جمهور جدید. باید ببینیم آیا این هفته این واکنش ادامه خواهد داشت یا مقاومت میکنه. به هر حال چارت هفتگیش چارت قشنگی شده، روی سقف خودش، قیمتهای تاریخی خودش ایستاده و باید ببینیم آیا میتونه بشکونه اینا رو یا نه، آیا میتونه در واقع یه حرکت زیبا رو بزنه بیاد بالا. روی دیلیش هم همینجور، دیلیش هم اگه نگاه کنین همون دوتا محدودهای زیبایی. قبلا یادتون باشه توی دیلی ما اینجا یه ترید خوب داشتیم، توی دیلی شاخص ها بسیار زیبا کار میکنن، توی ویکلی بسیار زیاد کار میکنن. درسته طول میکشه چند ماه شاید یه همچین فرصتی ببینین، اما فرصت عالی. روی نزدک هم همینجور، نزدک هم فوق‌العاده زیبا. هر دو چارت های دوست داشتنی و زیبایی هستن که معاملگران از الان به تکاپو این هستن که ببینن بازار باز میشه به چه فورمیشنی، واکنشش نسبت به انتخابات چیه و چجوری میتونن ترید بکنن. فوق‌العاده زیبا نزدک. دیلیش هم نسبت به S&P میتونم بگم دیلی شاید الگوی خوبی نداره، اما یه ناحیه تاریخی این بالا داره که قیمت داره میره به سمتش. اما بریم سراغ چارت طلا. چارت طلا تایم فریم هفتگیش اومد روی ناحیه‌ای که ما داشتیم. یکی از دلایلی که من الگو پرچم رو معمولا ترید نمیکنم همینه، اومد حرکت کرد، یه ترند لاین خیلی زیبا رو هم که اینجا بود شیکوند این هفته و داره میره. طلا فعلا رو 1950 است. حالا باید ببینیم بازار باز میشه چه واکنشی داره، اما توی تایم دیلیش فوق‌العاده زیبا ناحیه ما رو شکوند و داره حرکت میکنه به سمت بالا. باید ببینیم طلا چه اتفاقی میفته. ناحیه بعدیش هم 1974 هست که باید ببینیم آیا مجدد میتونه یا برمیگرده پول بک میکنه میره بالا، یا اینکه کاملا بازار تخریب میشه و میریزه. روی 4 ساعت هم اتفاق خاصی نداره. چارت بعدی نفت برنت هست. نفت این روزا دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به فصل زمستون و خرید نفت و عرضه و تقاضا برمیگرده به بازار، کاملا مشخصه. ویکلیش در حقیقت اومده نشسته روی قیمت خودش. باید ببینیم واکنشش نسبت به این هفته، نسبت به این ناحیه که هفته گذشته تست کرده چه اتفاقی میفته. دیلیش هم تقریبا خیلی از بچه‌ها میگفتن که فالس بریک اوت شده از ناحیه پایینی. اگه فالس بریک اوت شده باشه بالای اینجا در صورت دیدن فشار میتونه پوزیشن خوبی برای بای باشه. بیت کوین، اما بیت کوینی که هفته‌های گذشته راجبش صحبت کردیم، پوزیشنامون رو گرفتیم و دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته. بیت کوین هفتگی رو نگاه میکنیم اینجا. چارت بسیار زیبا، بسیار تکنیکال بود و در حقیقت حرکت کرد و الان من اگه از روی بایننس چک کنم قیمت روی 15258 هست و در حقیقت باید ببینیم باز بازارهای مالی چون
بایننس که چک میکنم بازار 24 ساعت هست، این دو روز تعطیل هم امکان میده که شما ترید بکنین. کاملا مشخصه حرکتش، فعلا رو بیت کوین چیزی نداریم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته روی بیت کوین. اما یورو AUD جو فرض دیگه ای بود که هفته گذشته ما ترید داشتیم روی تایم فریم دیلیش و ترید خوبی هم از آب در اومد، ترید بسیار خوبی از آب در اومد روی در حقیقت نواهی که داشت و فالس بریک اوتی که شکار کردیم، قیمت اومد و حرکت کرد، رسید به ناحیه ما و متوقف شد. حالا باید ببینیم باز این هفته من اینجاها معامله کردم، اینجا بستم، فرصت معاملاتی بسیار مناسبی که حرکت کرد و اومد و کاملا به نفع ما تموم شد. اما تایم جو فرض بعدیمون USD به CHF که کاملا در حقیقت میتونم بگم توی کف قیمتی خودش عدد رونده. ببینین نسبت برابری یه جو فرض به یه جو فرض دیگه شده 0.9. خیلی اینجا پوزیشن بازو بسته میکنن، خیلی از قبل پوزیشن گرفتن. اما نکته مهم اینه که از سال، اگه من روی ماهیانش بیارم، از سال در واقع از ژانویه 2015 در واقع این اولین باری است که انقدر قدرت دلار داره ضعیف میشه. باید ببینیم در حقیقت واکنش بازار باز شدنش روز دوشنبه به چه صورت خواهد بود و در حقیقت آیا بازار برمیگرده. خیلی ها معتقدن آردی بازار برگشته، برمیگرده و دوشنبه با گپ سعودی باز میشه. اما ما نگاه میکنیم، خیلی چون پوزیشنی ندارم برام اهمیت نداره، فقط چارتا رو دنبال میکنم تا ببینم چه اتفاقی میفته. اینجا باید باز نگاه کنیم، هم میتونیم فالس بریک اوتش به سمت بالا رو ترید کنیم از کف خودش که کف 5 ساله 6 ساله خودش هست و در واقع میتونه یه موقعیت خوبی باشه. اگرم بیاد پایین یه پول بک بده، ما میتونیم سلر باشیم. اینجا USD CAD جو فرض بعدیمون که یه وضعیت مشابهی USD CAD داره، اما تو تایم فریم در واقع ویکلی خودش بسیار زیباه. من سعی میکنم سریع دارم فرصت های معاملاتی میرم جلو، فوق العاده است این چهار تا. اگر احساس میکنین که در حقیقت بلد نیستین یا پترنیه که نمیشناسین یا نحوه ناحیه گذاری و الگو و سایر مسائلی که صحبت میکنم، حتما یه سری به آموزش های یوتیوب بزنین، بسیار براتون کاربردی. همه این مطالب رو اونجا ذکر کردم. دوباره USD CAD هم بچه‌ای که ویکلی کار میکنن، دوست دارن سرمایه گذاری کنن تو این بازار، در حقیقت دوست دارن که یه هفته دو هفته قدرت صبر دارن که بتونن تو این بازار فعالیت بکنن، در حقیقت بسیار فرصت مناسبی. باید اجازه بدیم بازار باز شه و اینجا هم در واقع فرصت خوبیه برای هفتگی و بسیار جالبه. من این چارت رو هم میذارم رو هفتگیم رو این بروکر و در واقع USD به ین. بیایم USDN هم نگاه کنیم که ریسک مارکت رو تعیین میکنه. و اگه نگاه کنین هفته گذشته راجع به نمودار ویکلی صحبت کردیم، داره این هفته گذشته ویکلیش در واقع فول بادی بریک اوت داده، باید منتظر برگشت و سل احتمالیش باشیم. جو فرض بعدی ایم که در حقیقت نگاه میکنم پاوند به USD تایم فریم هفته ماهیانه است، بسیار زیبا یه حرکت زده، حرکت ریورسال. خیلی ها اینو الگو مستطیل میبینن از پایین، خیلی ها نمیدونم اینورتد هد اند شولدر، دابل باتم، هر چیزی که هست یه ناحیه بسیار مهم ماهیانش داره و قیمت داره کروز میکنه به سمت اون ناحیه. میتونه البته روی این چارت توییتا خبرهایی که روی برگزیت هست تاثیرگذار باشه. باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته روی برگزیت که خیلی دیگه طولانی شد، خیلی عجیب و غریب طولانی شده. امیدوارم که زودتر ختم به خیر بشه، چون خیلی ها زندگیشون به این برگزیت وابسته است. جو فرض بعدی که داریم پاوند به ین هست، دیلیش که راجبش صحبت کرده بودیم و اومد و در واقع به نظر میرسه یه فالس بریک اوت شکل داده و پاوند اینجام داره پاوند به ین قوی میشه. باید ببینیم آیا قادر هست سقف روزای گذشته رو بشکنه، حرکت کنه به سمت بالا. NZD به ین هم تو همین وضعیت هست، منتها مشابه اون وضعیت پاوند ین نیست، قبلا اینجا بوده،
اون فالس بریک اوت که حرکت کرده، الان واکنشش سنگین شده، فشار سلرا سنگین شده، ضعف وایرا مشخصه، باید بذاریم تو بازار باز شه تو هفته جاری ببینیم آیا قادر هست سقف رو بشکنه یا از اینجا برگشت میخوره به سمت پایین. خب عالی، این در مجموع واچ لیست من برای هفته آینده است. یه مقدار واچ لیستمو سریعتر گفتم، زودتر به دست شما برسه به خاطر اینکه آماده باشین قبل از شروع هفته کاری. خیلی از اینا شاید به واسطه اتفاقا گپ ها در واقع تغییر ساختار بده، برای همین در واقع توی وبینار دوشنبه رأس ساعت 9 شب به وقت تهران در واقع بیشتر راجع به بازارهای مالی صحبت میکنیم. اگه فرصت دارین یه یک ساعت و نیم لایو به صورت لایو در خدمت شما خواهیم بود در یوتیوب و پاسخ میدم به سوالای شما. هر جسی موفق باشی، این روزا حفظ سلامتی، داشتن سلامتی مهمترین بحثه. اگه سلامتی نداشته باشی پایین چارتان بشینی فایده ای نداره. پس اگه میری بیرون ماسکتو بزن، اصول سلامت و بهداشت رو رعایت بکن تا بتونیم از این گردنه کرونا هم عبور کنیم. هر جا هستی سلامت باشی، موفق و با آرزوی بهترین هفته کاری برای شما، یه هفته تاریخ ساز برای شما ازتون خداحافظی میکنم تا وبینار آینده. خدا نگهدار.